یک شنبه 17 اردیبهشت 91 برابر با ششم ماه می 2012 است و یک روز آفتابی و در کنار این خلیج نگیم، بگیم آبراه فارسی را پاس بدهیم. اول اینکه از دوستانی که برای پادکست قبلی، پادکست خط و نقطه، کامنت گذاشته بودن، چه توی فیسبوک چه توی سایت، ممنونم از نظراتشون. اون چیزی که به نظرم میرسه خیلی جمع و جور بخوام بگم اینه که پاسخ اون سوال از دیدگاه عرفانی اینه که بله، میسره. اسمشم هست تجربه عرفانی و از نظر دینی هم بله، به نام الهام یا وحی. و دوستانی که دوست دارن از لحاظ علمی این قضیه رو بررسی کنن میتونن روی موضوع تأمل بیشتری داشته باشن. آیا قرار گرفتن سلول‌های بدن، سلول‌های مغز در یک مثلا چینش خاصی باعث میشه که انسان از یک تجربه خاصی برخوردار بشه یا نه؟ و آیا میشه بدون اینکه انسان اون چیز رو تجربه بکنه با قرار دادن سلول‌های مغز در یک وضعیت خاص وضعیتی رو پیش بیاره که بعد از تجربه اون چیز هست؟ نمیدونم، به هر شکل علمی که میسر هست این سلول‌های مغز رو توی اون وضعیت بعد از تجربه قرار بده انسان، بدون اینکه عملاً اون فرد اون چیز رو تجربه کرده باشه. این رو نمیدونم از لحاظ علمی تا حالا تونستن همچی کاری بکنن یا نه، ولی به هر حال غیر ممکن نیست. خب من الان میخوام چند تا کژتابی براتون بخونم. دوستانی که احیاناً کژتابی اول رو گوش ندادن میتونن برن گوش بدن که اصلاً مفهوم کژتابی یعنی چی. اما به طور خلاصه بخوام بگم اینه که ما یه ایهام داریم، یه کژتابی داریم. ایهام جمله‌ای هست دو وجهی که دو معنی داره، یعنی میشه دو معنی از اون برداشت کرد، هر دو معنی هم روشن و مشخص هستن. مثلا شعری که قبلا مثال زده بودم این بود: دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. شاید فرهاد به خواب شیرین خانم رفته باشد، یعنی شیرین رو تو خواب دیده باشه. شاید فرهاد به خواب خوش رفته باشد. این دو معنی این شعر هست و هر دوش هم مشخص هست، روشنه. اما کژتابی یک نوع ایهام ابهام داره، یعنی درش ابهام هست، روشن نیست منظور چی هست یا چی میتونه باشه. مثل اینکه من از شما بپرسم نارنگی میل دارید، شما بگید مرسی. خب این مرسی یعنی چی؟ یعنی میل دارید یا میل ندارید؟ ابهام داره. اینو بهش میگن کژتابی. یا یه مثال دیگه که قبلا زدم این بود که من مثل تو زود باور نیستم. خب این یعنی چی؟ آیا به معنی این هستش که من زود باور نیستم، مثل تو که زود باور نیستی، یا اینکه تو زود باور هستی ولی من مثل تو زود باور نیستم؟ خب حالا چند تا مثال دیگه از کژتابی ها. یه جمله معروفی هست میگه که جواب ابلهان خاموشی است. خب این کژتابی داره اگر دقت بکنیم. یه معنیش که همیشه هم ما به این معنی به کارش میبریم اینه که جواب آدم ابله اینه که ما سکوت کنیم. خب اما یه معنی دیگهش که این حاصل کژتابی هست این هستش که آدم ابله جوابی که میده چیه؟ سکوته. یعنی آدم ابله سکوت میکنه. خیلی جالب، جواب ابلهان خاموشیست. مثال بعد این جمله است: من قدرت تحمل شما رو ندارم. من قدرت تحمل شما رو ندارم. آیا به این معنیه که
من مثل شما که آدم پرتحملی هستی قدرتی ندارم که بتونم انقدر مثل شما تحمل داشته باشم. و یا اینکه به این معنی هست که شما آدمی هستی که نمیشه تحملش کرد و من نمیتونم، قدرتشو ندارم که شما رو تحمل کنم، بس که شما غیر قابل تحملی. کدوم معنی داره؟ خب نمونه بعدی، من دوستم را پس از بازگشت از فرانسه هر هفته زیارت میکردم. من دوستم را پس از بازگشت از فرانسه هر هفته زیارت میکردم. خب این معلوم نیست بازگشت از فرانسه برای دوستمه یا برای منه. من فرانسه بودم و از فرانسه برگشتم و هر هفته دوستم ملاقات میکردم، یا اینکه دوستم فرانسه بوده و اون از فرانسه برگشته و من بعدش هر هفته ملاقاتش میکردم. جمله رو یه بار دیگه میخونم. من دوستم را پس از بازگشت از فرانسه هر هفته زیارت میکردم. خب یه بیت شعر کژتابیدار از آقای خرمشاهی از همون کتاب کژتابی های ذهن و زبان که ایشون نوشتن میخونم. برای یکی از دوستانم قطع شعری برادرانه و خودمانی سروده بودم که مطلعش این بود: استاد اجل حضرت آقای امینی، ای آنکه به جز خیر نکردی و نبینی. یه بار دیگه میخونم بیت رو. استاد اجل حضرت آقای امینی، ای آنکه به جز خیر نکردی و نبینی. حضرت آقای امینی به مصرع دوم این بیت اعتراض داشت و می گفت مقصود من این است که به جز خیر نکرده ای و خیر نبینی. گفتم نه والا، سوء تفاهم شده، منظور من این است که به جز خیر نکرده ای و به جز خیر نبینی. خب به عنوان حسن ختام این کژتابی ها یک بیت از حافظ می خونم که توش کژتابی نابی داره. بیت اینه: سالها رفت که دست من مسکین نگرفت زلف شمشاد قدی ساعد سیم اندامی. حالا شما بگید دست من مسکین توی این بیت فاعله یا مفعوله؟ یه بار دیگه بیت رو میخونم. سالها رفت که دست من مسکین نگرفت زلف شمشاد قدی ساعد سیم اندامی. آیا بیت به این معنی هست که سالها گذشته و در طی این سالها دست من مسکین زلف شمشاد قدی و ساعد سیم اندامی رو نگرفته؟ یعنی دست من مسکین اینجا میشه چی؟ فاعل. وجه دوم، آیا میتونه به این معنی باشه که سالها گذشت و زلف شمشاد قدی و ساعد سیمندامی دست من مسکین رو نگرفته، یعنی اینجا میشه مفعول؟ به کدوم معنی میتونه باشه؟